آیا امکان افزایش حجم مایع منی و انزال وجود داره؟ اگر بله، چه چیزهایی باید بخوریم؟ چه کارهایی باید انجام بدیم که انزال بیشتری داشته باشیم؟ اینها به یکی از پرتکرارترین سوالاتی هستن که شما از من میپرسید. پس برای اینکه ببینیم آیا امکانش وجود داره یا نه، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام، من رضوان شکارچی هستم، روانشناس، سکس تراپیست و زوج درمانگر. به کمک ویدیوهای آموزشی که میسازم من به شما کمک میکنم که زندگی جنسی و عاطفی بهتر و لذت بخشتری داشته باشید. اگر اولین بار هست که کانال من رو میبینید و به این آموزش ها احتیاج دارید، فراموش نکنید که سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو روشن کنید که به محض آپلود ویدیوی جدید به شما اطلاع داده بشه. کانال ولاگ من رو هم که خیلیاتون میشناسید، من براتون اینجا مینویسم. اگر دوست داشته باشید میتونید اونجا با زندگی روزمره من بیشتر آشنا بشید. مثل همیشه آیدی اینستاگرامم رو همینجا می نویسم، اونجا میتونید برای وقت مشاوره و یا سوالات کوتاهی که داشته باشید اونجا سوالاتتون رو بپرسید و من در حدی که بتونم به شما پاسخ میدم. یک موضوعی که برای من جالبه اینه که این سوال از کجا به ذهن مردا میرسه؟ از کجا یک مرد این اتفاق براش میفته که دوست داره که حجم انزال خودش، حجم مایع منیش، حجم اسپرمش، هر چیزی که شما اسمش رو میخواید بذارید بیشتر بشه؟ به نظر شما این از پورن میاد؟ با پرسیدن این سوال میخوام با این برسم که زمانی که شروع به مقایسه خودتون با افراد دیگه میکنید، این منبع بسیاری از ناراحتی ها و نارضایتی های ما در زندگی هستش، به خصوص که با یک چیز جعلی و یا یک چیز غیر واقعی یا همون پرنی که حالا بخوایم اینجا مثال بزنیم خودتون رو مقایسه میکنید. در پرن یک اصطلاحی هستش که به اون پول شات میگن که اوج فیلم پرن هستش، که اگر چیزی رو که تماشا میکنید فقط چند قطره خروج مایع منی بود، هرگز شما این فیلم ها رو نمیدیدید و به این شکل دیده نمیشد. معمولا گروه فیلم برداری در صحنه حضور دارن، چه در پشت صحنه و چه بعدش که ادیت رو انجام میدن، سعی میکنن این حجم مایع منی رو بسیار اغراق‌آمیزتر از اون چیزی که شما میبینید و یا واقعیت وجود داره نشون بدن. کتابی که اخیرا منتشر شده که در اون بازیگران و یا عوامل دست‌اندرکار فیلم های پورن صحبت کردن و باهاشون مصاحبه شدن، سوالی که ازشون پرسیدن درباره حجم مایع منی بود و اکثر اونها گفتن که عمدتاً ترکیب آب و نشاسته بوده که یک مایع غلیظ رو به شکل مایع منی ایجاد میکنه که در فیلم ها اون رو به نمایش میذارن. بله، اون چیزی که شما در پرن میبینید ترکیبی از مقداری مایع منی، آرد نشاسته، آب و حتی شیر و ممکنه مقداری ماست باشه که شما اون چیز رو در حجم از مایع منی رو در واقع در پرن میبینید. بنابراین بیایید در این ویدیو با توجه به این دانشی که الان به دست آوردیم روی حقایق علمی و واقعی که روش‌های و یا چیزهایی که برای افزایش حجم مایع منی وجود داره تمرکز کنیم. پس به اون چیزی که غیر واقعی هست اصلا تمرکز نکنید و در نظر نگیرید. حجم طبیعی و سالم انزال یک مرد بین 1.5 تا 5 میلی لیتر هستش، یعنی حتی کم یک قاشق چای خوری و حتی یک کمتر از اون. با این حال ممکنه که این رو هم الان که میشنوید تعجب کنید که بدونید تنها درصد کمی از این قاشق چای خوری که حالا مثال زدم حاوی اسپرم هستش. در واقع اسپرمی که در بیضه ها ساخته میشه حدود 5% از انزال رو تشکیل میده. در واقع بزرگترین بخش و یا حجم اون مایع تشکیل شده وزیکول های منی هستن که حدود 70% از انزال رو تشکیل میدن، که نقش اون محافظت از اسپرم در برابر کشته شدن داخل واژن هستش. و حدود 25% از انزال توسط پروستات یک مرد تشکیل میشه و این مایع هم اسپرم رو تغذیه میکنه و هم به انتقال اسپرم به مقصد کمک میکنه. یکی دیگه از جنبه هایی که اغلب افراد درباره اون سوال میپرسن و اون رو یک انزال خوب و سالم در نظر میگیرن، در واقع سرعت و نیروی هستش که مایع منی در مجاری ادرار داره و هنگام خروج داره. یعنی سوالی که میپرسن چیکار کنم که جهش بیشتری داشته باشه. پس بسیاری از مردها فقط حجم بیشتری رو نمیخوان، بلکه سرعت و نیروی بالاتری از انزال رو میخوان. باید بدونید که در لحظه اورگاسم منی شما بسیار سریع حرکت میکنه، یک چیزی حدود 45
کیلومتر در ساعت، که خب حالا الان در مورد سرعت نمیخوایم اینجا صحبت کنیم، بیایید در مورد حجم مایع منی صحبت کنیم. چرا مردان حجم بیشتری از انذار رو میخوان؟ این تمایل به مقدار بیشتر مایع منی از کجا میاد؟ خب منبع اولیش پرن بود که ما در مورد اون صحبت کردیم. حالا بیایید در مورد این موضوع صحبت کنیم که متاسفانه بسیاری از افراد فکر میکنن که اگر حجم مایع بیشتری داشته باشن از لحاظ جنسی بارورتر هستن و یا قوی تر هستن، و اگر حجم مایع منیشون زیاد نباشه در واقع مردانگی اونها زیر سوال میره. ولی همونطور که قبلا بهتون گفتم، اسپرم تنها 5% از حجم مایع منی و انزال شما رو تشکیل میده. این به این معناه که فقط به این دلیل که مقدار کمتری مایع منی دارید، اگر اسپرم کمتری دارید و یا قدرت باروری کمتری دارید نیست و این باور اشتباه هستش. ولی اگر درباره انزال خودتون، درباره بارور بودن خودتون نگران هستید، میتونید به یک پزشک مراجعه کنید و تست در واقع بررسی های انجام بدید که حجم اسپرم و سلامت اسپرم خودتون رو در واقع بررسی کنید. خب بیایید قبل از اینکه به روش‌های افزایش حجم مایع منی بپردازیم، بیایم اول دلایلش رو بررسی کنیم که ببینیم چه چیزهایی باعث کاهش حجم انزال در یک مرد میشه. الان خیلی‌ها میان توی کامنت‌ها می‌نویسن، میگن که چقدر کشش میدی. خب این دانش‌هایی هستش، اینا اطلاعاتی هستش که بهتر اول بدونید. شرایط پزشکی مختلف مانند مشکلات پروستات، کم آبی، تستوسترون پایین و یا دیابت و غیره میتونه روی کاهش حجم در واقع انزال یک مرد تاثیر بذاره. همچنین آسیب ها و جراحی هایی که در ناحیه در واقع لگن یک مرد انجام میشه میتونه باعث ایجاد مشکلاتی در مسیر در واقع صحیح انزال اتفاق بیفته. یک مثالی که ما اون رو در واقع انزال رتروگرید یا برگشت پذیر میگیمش، در نتیجه آسیب و یا مداخله پزشکی ممکن اتفاق بیفته، که در این حالت به این معنی که بخشی یا تمام مایع منی شما به جای اینکه خارج بشه، از مجاری ادرار شما خارج بشه، به مثانه شما برمیگرده. همچنین مصرف برخی از داروها میتونه منجر به کاهش حجم اسپرم در شما بشه، حجم مایع منی در بدن شما بشه. بنابراین همیشه گزینه‌های مختلف رو با پزشک خودتون مشورت کنید و در نظر بیان کنید که ببینید دلیل این که کاهش حجم در واقع انزال برای شما اتفاق افتاده چی میتونه باشه. و در نهایت سن یک عامل بسیار مهم هستش که در انزال شما میتونه تاثیر بذاره، هم حجم و هم سرعت انزال رو تحت تاثیر قرار میده. در واقع با بالا رفتن سن، سن مردان، پروستات اونها بزرگتر میشه، که این خود به خود میتونه برخی از مقدار مایع منی رو که تلاش میکنه از مجاری ادرار خارج بشه رو راهش رو مسدود کنه. به همین دلیل باعث میشه که انزال کمتری رو شما مشاهده کنید. اینطور با بالا رفتن سن و ضعیف شدن عضلات کف لگن باعث میشه که سرعت و پرش در واقع مایع منی آهسته تر و با پرش کمتری باشه. خبر خوب اینه که بسیاری از این مشکلات قابل حل و درمان هستن. اگر داروی خاصی هست که مصرف میکنید و این مصرف این دارو باعث شده که روی حجم مایع منی شما اثر بذاره، بهتره که با پزشکتون مشورت کنید که داروی جایگزینی رو برای شما در نظر بگیره. اگر وضعیت سلامتی شما هستش که تأثیر منفی روی انزالتون میذاره، بهتره که از خودتون مراقبت کنید و سالم تر زندگی کنید. آب بنوشید. شاید کمی بدن شما کم آب شده باشه. وقتی میگیم آب، منظور فقط آب هستش، نه آب میوه، نه قهوه، نه چای، نه الکل. فقط آب بنوشید. آب به مصرف برای افزایش حجم مایع منی شما کمک بسیار زیادی میکنه. همونطور که گفتم، آب یکی از اجزای مهم انزال شما رو تشکیل میده. بنابراین خشک بودن بدن شما به اجازه میده که انزال کم حجم تری داشته باشید. اگر سیگار میکشید و یا مصرف الکل بسیار زیادی دارید، هم سیگار رو ترک کنید و برای سلامتی خودتون الکل کمتری مصرف کنید، چرا که باز هم الکل باعث میشه که بدن شما کم آب تر بشه. در واقع مصرف الکل و سیگار به صورت مستقیم روی انزال شما و همینطور عملکرد جنسی شما میتونه تاثیر بذاره. بنابراین مطمئن بشید که میتونید این عادات بد رو کنترل کنید و سلامتی و سلامت جنسی خودتون رو در اولویت قرار بدید. آیا مکررن انزال برای شما اتفاق میفته و یا انزال زیادی دارید، چه در طول روز چه در طول هفته؟
این هم میتونه یک نقش مهم داشته باشه. در واقع انتظار یا بگیم فاصله چند روزه بین انزال ها میتونه حجم مایع منی شما رو بهبود ببخشه. من گاهن از مراجعان میپرسم، میشنوم و وقتی که میان میگن که مثلا وقتی در یک شب که ما دو بار میخوایم رابطه جنسی داشته باشیم، بار اول حجم مایع منی مایع انزالمون خوب هستش، ولی سری دوم کمتر هستش. خب این بسیار طبیعی هستش، چون یک بار انزال اتفاق افتاده، بدن شما نیاز داره که دوباره یک حجمی از انزال رو، یک حجمی از این مایع رو تولید کنه. به همین دلیل به زمان بیشتری نیاز داره. و به صورت کلی در بسیاری از این موارد شما خودتون هستید که موانعی رو برای کاهش حجم انزالتون در واقع رقم میزنید. اگر عادات غذایی بدی دارید، سلامت جسمانی ضعیفی دارید، همه اینها میتونه روی حجم مایع منی شما تأثیر بذاره. ممنون که با من همراه بودید. امیدوارم که این ویدیو هم مفید بوده باشه. لطفاً برای من در قسمت کامنت ها بنویسید آیا شما تا به حال این نگرانی رو داشتید. اگر این نگرانی رو داشتید، برای افزایش حجم انزال خودتون چه کارهای دیگه ای انجام دادید؟ من همیشه مشتاقانه نظرات شما رو میخونم. ممنونم. از جمله عواملی که در کاهش حجم منی یک مرد مؤثر هست، شرایط پزشکی مختلف مثل مشکلات پروستات، کم آبی، کاهش حجم تستوسترون در بدن، دیابت و غیره، اینها همه میتونه روی کاهش انزال تاثیر بذاره. هواپیما بود. اگر سلامتی شما هستش که روی مایع منی شما اثر میذاره، از خودتون مراقبت کنید و سالم‌تر زندگی کنید. شاید بدن شما کم آب هستش، بیشتر آب بخورید. منظور اینه که آب، نه آب میوه، نه چای، نه قهوه، نه